حالا شما میبینید رفتار پلیس های دیگر میبینید، برای مثلا دو تا سه تا گروگان یه اونی 20 نفر رو میکشن. حالا شما میبینید رفتار پلیس های دیگر میبینید، برای مثلا دو تا سه تا گروگان یه اونی 20 نفر رو میکشن. و الان من میتونستیم با یه آرپیجی بزنیم خون مردم رو داغون کنیم، اینا اینطوری نیست. سوال اینه که چرا زودتر این انجام نشد؟ ببینید در مدیریت تجمعات و اختشاشات شهری ما باید اصلی ترین مطلبی که مد نظر اون باشه مردم باشه، جان مردم، مال مردم و موضوعاتی از این قبیل. ببینید خب این اتفاقی که در اون محله در واقع گلستان هفتم اتفاق افتاد، صدها خانوار داشتن اونجا زندگی میکردن، یک خیابون اصلی بود، رفت آمد بود. ما می توانستیم خیلی راحت رفتارهای به اصطلاح تندی رو انجام بدیم، ولی ممکن بود جان خیلی از مردم بیگناه در به خطر بیفته و مشکل درست بشه. حالا شما میبینید رفتار پلیس های دیگر میبینید، برای مثلا دو تا سه تا گروگان یه اونی 20 نفر رو میکشن. ولی ما اون چیزی که برای اون بسیار حائز اهمیت، امنیت، آرامش و جان مردم، اموال مردم هست و هم تمام افراد اصلی، ما جوری عملیات رو طراحی کرده بودیم و آماده کرده بودیم که اجازه ندادیم این افراد در واقع از محل خارج بشن. در کمترین زمان اینا رو در واقع جمع‌آوری کردیم و دستگیر کردیم و یک نفر رو ما اجازه، شما ببینید تو اتفاقاتی که توسط پلیسای دیگه دنیا داره اتفاق میفته، تو همین قائله نصف خیلی ساده تر چه تعداد افراد جانشون از دست میدن. ما حتی برای جان همین اراذل و اوباش هم ارزش قائلیم. نظام جمهوری اسلامی اینطوری، این رو هم بگم، در واقع این گونه نیست، یا این حرفایی که دارن بعضیا میزنن تک و توک اصلا این گونه نیست. خط قرمز نیروی انتظامی برابر تدبیر و ابلاغ فرماندهی محترم نیروی انتظامی بحث امنیت جامعه است، امنیت مردمه، آرامش مردم. مماشات نمی‌کنه. اصلا اینطوری نیست. خیشتنداری و برخورد مدبرانه نباید عنوان مماشات یا حالا کوتاه آمدن یا ایراد گرفتن باشه. نه، ما باید با دراهیت و با برنامه ریزی، ولی من میتونستیم با یه آرپیجی بزنیم خون مردم رو داغون کنیم، اینا اینطوری نیست. ما با دراهیت و با اقتدار، ضمن اینکه اون حالت رأفت و رحمت رو به کار بردیم، با اقتدارم تو این قصه اون لحظه‌ای که قرار شد عمل بکنیم، خب بالاخره دستگاهی دیگه هم هستن کنار ما، عزیزان قضایی بودن کنار ما، عزیزان سپاه و بسیج بودن کنار ما، مسئولین و مقامات استانی بودن، استاندار محترم بوده، همه مسئولین بودن. بله. که اونجا در واقع بر اساس پلیس به عنوان فرمانده میدان، بر اساس در واقع هماهنگی که با شورای تامین داره انجام میشه اقدام میکنه. دیگه ما یک نفر رو ما میتوانستیم یک جوری عمل بکنیم که بسیاری از افراد جان خودشون رو از دست بدن، ولی ما این کار رو نکردیم و مطمئن باشید مقتدران ما تو رفتارامون با اقتدار با اینها هم برخورد کردیم. تمام این افراد دستگیر شدن و اینایی که در واقع به عنوان سردمدار بودن و توطئه‌گر بودن، حالا انشالله وقتی که تیغ قانون رو گردن اینها قرار گرفت متوجه خواهند شد. در صدرت میشن انشالله.